پنجره‌ای رو به خانه پدری، برنامه ای از علیرضا نوری‌زاده. گفتی که آسمان و زمین زیر پای توست. در اوج کهکشان خدایی هوای توست. گفتی که نایبی تو به حضرت که غیب شد، هم در حضور هستی و هم غیب جای توست، هم رهبر معظم و هم قائد جیوش، ساندیدن از سپاه مکرر دوای توست. در حضرت از هر طرفی عاشقان زیاد، آن یک فدای جیب تو و آن عبای توست. پایان قصه را بنگر، دور دور نیست، در صفحه سیاهی تاریخ جای توست. یک لمحه مهربانی و انصافت هر که بود، سر میزدی به کوه که آنجا سرای توست. علیرضا نوری‌زاده، 8 آبان ماه 29 اکتبر، به شما سلام میکنم. حرفای آقای وحیدی رو گوش میکردم، سردار وحیدی. آقای رفیق دوست میگه من پدر موشک ایرانم، وحیدی هم پدر موشک سازی ایرانه. وقتی حالا سپاه قدس بود و اینا، بعد که رفت سازمان هوافضا، بسیاری از این موشکای مقلد یا تقلید شده توسط ایشون ساخته شد. و ایشون میگفت این پهباد ایوب که رفت رو اسرائیل تازه پیشرفته ترین ما هم نیست، ما از این پیشرفته ترم داریم. برادر، شما اصلا پیشرفته ترین پهپادهای دنیا رو دارید. هر کدومش میتونه 100 کیلو مواد منفجره ببره به منفجر کنه. هر کدوم دوربین داره، عکس میگیره، تصویر برمیداره. اما برادر من، به گاه معرکه اینها به کار شما نخواهد. معرکه طولانی نیست. جنگ ایران و عراق نیست که تو پهپاد بفرستی، حالا وقت نداشتی. ولی بفرستی ببینی موقع دشمن کجاست. ببخشید، طرفت هم صدام حسین نیست که مثل خودت جس میگرفت و پوز میداد. تو داری با پیشرفته ترین تجهیزات الکترونیک کار میکنی. این تجهیزات الکترونیک برای اینکه برای جان سرباز آمریکایی ارزش قائله، درگیری رو به مواجهه رویارو که نمیکشونه، از توی ناو هواپیما بری که تو خلیج فارسه 4 سیگنال میفرسته، هواپیماهای پهپاد شما به جای اینکه بره روی مواضع دشمن، میاد میفته روی مواضع خودی. من دیدم توی این فیلمای علمی که اینا چی کار میکنن. صدام حسین به علت اینکه دیگه این آخری ها فهمیده بود جنگ خواهد شد، بر مبنای علیه و علا عدایی یا راحل شمعونی یا سامسونی، بر این باور بود که آقا می جنگیم، انقدر تلفات امریکایی ها وارد میکنیم و انگلیس ها و غیره که مردم اینا می زنن تو خیابون و اینا ناچار میشن، حالا نصف عراق هم گرفتن، ول کنن برن. این برداشت رو بشار اسد هم به نوعی داره، سید علی آقا هم داره. اما در عراق اینا چیکار کردن؟ در عراق کاری که کردن این بود، آمدن و همون روزی که در واقع تصمیم به نبرد داشتن، همون روز آمدن و یک
سیستم الکترونیک رو به کار بردن برای مخدوش کردن کامیونیکیشن. در نتیجه تمام برنامه های عراق، کامپیوترهای عراق همه خوابید. و بدتر از اون، چون این تانک های T-72 و هلیکوپتراشون و حتی گنری توپاشون به خصوص هویتزر اینا همه سیستم داشت هدایت می شود. چون سیستم رو به هم زدن آمریکایی‌ها، دیدید که عراق هیچ کاری نتونست بکنه. عملا آمریکایی‌ها از کویت تا بغداد و مثل برق اومدن رفتن. چهار تا اینجا فدایان صدام ندن مقاومتی، ولی اینا هیچی نه. قرار زمینه آقای وحیدی، اگر اینا رو میگی دشمنه به ترسونی که دشمن بهت میخنده. شافه میگه اسرائیل نفهمید شما هواپیما فرستادی. چرا؟ هواپیما رو مدیترانه الان نشون میده رصد کرد، اجازه داد بیاد تو، ولی میتونست رو مدیترانه بزنتش. خواست بیاد، خواست هواپیما رو به چنگ بیاره و در این حال خواست بدونه مقصد چیه، کشوندش تو و زدش. بنابراین این تصوری که شما رفتید و شکافتید و دفاع اسرائیل رو، این خود شوخیه. من نمیخوام در توان و طاقت ایرانی تردید کنم. یک بیمار روانی هست، واقعا بیمار روانی، این خودش رو خانم معرفی میکنه، یه اسم زنانه برای خودش گذاشته، اما کاملا آشکاره که ایشون چی کاره هست و چه هدف و نقشه. خیلی هم طرفدار جمهوری اسلامیه، خیلی زیاد، و گل رو بر ایمیل میزنه به صدای آمریکا، به کانال یک، به من، به جاهای دیگه، صفحه فیسبوک، به اسمای مختلف، کاری ندارم. ولی این دچار یه بیماری کامپلکسی شده که علیه منه بنویسه. حالا کاری ندارم دیگه. تو یکی از این نوشته هاش برشته بود، نوشته بود که بله تو مسخره میکردی پهبادا رو، دیدی چی کار کردن؟ من هیچ وقت مسخره نمی کنم. کاری رو که هموطن من ساخته من مسخره نمی کنم. بنده در همین برنامه در صدای آمریکا اعلام کردم، در جای دیگه هم گفتم، تو برنامه خودم، که ایران با اون شرایط سخت، در اون شرایط جنگی که محاصره بود، بچه های صنایع نظامی شاهکار می زن. این تیکر از هواپیما بردن بزن رو اون یکی، این تیکر رو تانک بزن رو این تیکر، شاهکار بود کارش. بعدن هم در بدل سازی کار شاهکار. مگه ما چی مونه تایوانی ها کمتره؟ شما هرچی الان اپل میخری ساخت تایوانه، چی مون کمتره؟ بدلایی که چینی ها ریختن تو بازار، تایوانی ها ریختن، الان مالزی و اندونزی هم اضافه شدن، ما چیزی مون کمتر نیست. ما میتونیم، اما ما بدل کار نباید باشیم. ایران در یه جایگاه و موقعیتی قرار داره که نباید بدل کار باشه. ایران باید کریتیو، خودش خالق باشه، سازنده باشه. ولی شما یه زیر دریا، یه میجیت کره شمالی رو که دوزار نمیازه بگیری، بعد کپی کنی، فایبر گلاس بنزی تو آب، سه دفعه هم غرق بشه، 2300 تا این بدبختای بچهای نیروی دریایی سپاه غرق بشن، این شاهکار نیست. این گول زدن و فریب دادن خوده. درسته تکیه به روسیه میکنید، ولی همین روسیه موشکای S-300 رو بهتون نداد، در حال که منظومه دفاعی بود، هجومی هم نبود، دفاعی بود، ولی نداد. اینقدر دستمال ابریشمین برید، آقای پوتین میشه عیسی مسیح در چش خامنه‌ای، برق عیسی رو کشف میکنه، بعد دیگه رئیس KGB میشه مثل عیسی مسیح. با این وجود بهتون نداد، پولش رو هنوز پس نداده. و این برای من جای سوال میگذاره که این میلیاردهایی که خرج شده تا صنایع مقلد ما بسازیم، اینا در کارزار به درد ما نمیخوره. موشک سجیل به درد ما در کارزار نمیخوره. موشکی که 2000 کیلومتر برد داره، ما نمیتونیم باش اسرائیل رو بزنیم، چون وسط را داغون میشه. ما اگر ناوگان داشتیم میتونستیم بریم تو آبهای مدیترانه
از اونجا اسرائیل رو هدف قرار بدیم، بله میشد. ولی شما از خرم آباد نمیتونی بزنین، دشمن میاد میزنه انبار موشک تو داغون میکنه، 150-60 موشک در بین میره. حالا من کاری ندارم این آقایون با پهپاد و با سیمرغ و با آذرخش و اینا مثلا هواپیمای آذرخش ساختن. نگاه میکنید کامبینیشنی از پیلاتوس و پیلاتوس هفتای سوئیسی و میک 19 و هواپیماهای F6 و F7 چینی کامباین کردن شده آذرخش. بدنش هم یه جوری ساختن مثل F5 باشه. این چه ابتکاری هست که اون همه هزینه بکنی؟ خب تو که داری میخری بار از روسیه، ببین میکسی و یک بد میفروشه. بگو آقا امارات داره F16 داره، اقلا تو که دوست منی داری اینقدر از من پول میگیری، سر نیروگاه اتمی پدر من در آوردی، یه اسکادران میک 31 به من بده، منظومه دفاعی S300 رو من بده که من بتونم دفاع کنم، بتونم منم یه چیز شبیه پاتریوت داشته باشم. ولی چون رژیم دروغ میگه، چون همش ادعاست، همش منم رستم، من آنم که رستم بود پهلوان، نتیجهش اینه که الان ما مشاهده میکنیم، نتیجهش اینه که رژیم در برابر تهدیدهایی که نسبت به ایران وجود داره همش صحبت بله ما اینو داریم، ما اینو میزنیم، این کار. نه، شما قادر به زدن نخواهید بود، فلجتون میکنه. ممکن 4 موشک در بکنید، ممکن یه دونه بیفته تو کوید، یه دونه بهره، ولی اون هدفهای اصلیتون رو نخواهید تونست بزنید. و دشمن در نشون دادن خطر شما مبالغه میکنه به صدام، پنجمین ارتش دنیا فلان، که وقتی شما رو زد بگه کار بزرگی انجام داده. این رسم میدون نبرده، طرف رو گنده میکنن، طرف گروهبان میکنن، سلشگر که زدن بگن تو گوش سلشگر زدی. این کار رو با شاه هم کرد و الان با شما در ابعاد مختلف دارن انجام میدن. حالا من یه مثال میزنم برد. شما فکر میکنید واقعا برای اسرائیل خیلی سخته بره منطقه جنوب لبنان رو با خاک یکسان بکنه که نابود بکنه حزب الله همشون؟ اسرائیل به حزب الله نیاز داره. اسرائیل برای حزب الله مثل نفسه. تا زمانی که حزب الله هست، تا زمانی که بشار هست، تا زمانی که سید علی آقا هست، اسرائیل از تن دادن به التزاماتش در برابر فلسطینیا خودداری میکنه. هر جای یقشو میگیرن که الان موقع اینه که تو به التزاماتت عمل بکنی، میگه آقا من چجوری؟ من در خطرم، حزب الله میخواد من نابود کنه، جمهوری اسلامی میخواد، احمدی نژاد میخواد من نابود کنه، خامنه ای میخواد من نابود کنه، من محاصره در بین دشمنم. حالا شما از من میخواید این زمینا رو که در واقع حد فاصل دفاعی تا خاک خودم از دست بدم؟ من اگر از دست بدم فردا موشک حزب الله تو قلب تل آویو میخوره زمین. از کنفرانس مادرید تا حالا شانس صلح بین فلسطین و اسرائیل همینجوری اومده پایین. وقتی عرفات برگشت به اراضی اشغال شده، اسرائیل بزرگترین فرصت رو داشت برای صلح. وقتی ابو مازن رئیس جمهوری شد بعد از مرگ عرفات، اسرائیل بزرگترین فرصت رو داشت. هر بار به بهانه وجود خطر حزب الله و جمهوری اسلامی، اسرائیل از تعهداتش سر باز زد. حالا امروز این یه امر مکشوف و معلوم هست، خود فلسطینی ها هم در تبلیغاتشون، در نشستاشون به این مسئله اشاره میکنن. قصه دیگه شوخی نیست، قصه حکومتیست که با شعارهاش، با حرفای سطح و یقاز و بیربطش یه ملت بدبختی رو تحت اشغال نگه داشته و زیر فشار و هزار مصیبت و مشکل. میخوندم تو خبرها که آقای اسکندری نماینده بعثه
مقام معظم رهبری در کربلا، در نجف، در اعتاب مقدسه، رفته به دیدن شیخ بشیر نجفی. حضرت آیت الله با لحجه خاص، آقای بشیر نجفی پاکستانیه، همتون آقای فیاضی اونجا افغانه، یا آقای سیستانی ایرانی، آقای سعید حکیم هم که عراقی، این چهارتا مرجعی که اونجا، که البته سیستانی هست همشون بالده. آقای بشیر نجفی عکس انداختن باهاشون نشستن و به به ایشون با یه لحجه خاص صحبت میکرد. آقای اسکندری نماینده به اسه با شادمانی گفت بله شما فارسی با لحجه عراقی عبده، نه قرب فارسی با لحجه پاکستانی شون حرف میزنه، صداش هم بنده شنیدم. دوم این که به ایشون گفت سلام منو به آقا برسانید، سلام منو به آقا برسانید. من نگاه میکردم نماینده به اسم مقام معظم رهبری گزارش خدمت حضرت آیت الله داد، آقا سالی 2 میلیون زائر ایرانی میاد، بدبخت ها میگن کشته میشن، سالی 2 میلیون زائر ایرانی، نون نداره بخوره، پا میشه میره زیارت حضرت عباس که تورا بمب بذارن کشته بشه، بمبایی که نصفش هم از ایران میاد. بعد بله ما اینجا مراسم دعای کمیل و هر شب تو حرم ابوالفضل و تو حرم امام حسین و غیره میزنیم، سینه زنی داریم، مراسم داریم، روزه میخونیم. آیت الله بشیر النجفی هم خیلی خوشحال شدن و خطاب به نماینده به سه مقام معظم گفتن ای پسر زهرا سلام منو به فرزند دیگرش جناب آقای ولی امر مسلمانان برسان. دکانهای اینجا و آنجا باز کردن برای خودشون، سرمایه های ملت ما به اونجا میره، جوانهای ما باید با این درد و مصیبت و رنج سر و کار داشته باشن. و آقای بشیر النجفی از حضرت آقای ولی امر مسلمانان جهان ستایش. اولا من بارها اینجا بهتون گفتم گاهی اوقات من فقط میشتم پیش خودم فکر میکنم که یه مرجع مثل 80 ساله 90 ساله که حالا نمیدونم، مرحوم قرضی میگفت من به ناینی نگاه میکردم میگم 96 سالشو، میگفتم 6 سالم بود 90 سال دیگه زنده. حالا این آقایون هم لابد به ناینی زنده، مرحوم آقای خویی و غیره نگاه میکنه. اما اگر اینها مدعی هم که قدوه های دین هستن، نمادهای تقوا هستن، نمادهای ضمیر پاک و متعالی هستن، سکوتشون در برابر آنچه در ایران میگذره نشان دهنده اینه نخیر، اینها هم شریکن در معامله. شما نمیتونی شریف در معامله نباشی و سکوت کنی. منتظری شریف نبود، کسی اومده بود از قوم گفت قبل منتظری یه دونه چارب جعبه سیاه روش گذاشتن، 2 روز دیگه هم ور میذارم پاک میشه، قبل سید محمد شیرازی رو هم میشه. اینا مهم نیست، قبر رو بزنن خراب کنه، ولی تو اسمت ثبت شده باشه در دلهای مردم میمونی. خیلی از این آدم های امروز متدینین رو میگم، اونایی که اعتقاد دارن، مرحوم آقای بروجردی که ندیدن، بعد از مرگ بروجردی به دنیا آمدن، یا اصلا بچه بودن اون زمان یادشون نیست، ولی چرا اسم بروجردی میاد با احترامی؟ برای که بروجردی جایگاه خودش رو میدونست کجاست، میدونست نباید آلوده به سیاست بشه. اگر هم پیامی داشت میگفت، تلفنی میزدن آقای علا میومد وزیر دربار یا یک کسی از آقای تولیت میومد که پیام خصوصی بهش میداد، میگفت اینو به علا عزت بگید، اونم میرفت میگفت و همیشه هم حرفاشو گوش میکرد. او جایگاه داشت، او آدم بود، اعتبار داشت، اینجوری نبود مثل ناصر ابوالمکارم. دوستی برای من سخنان ملا حسنی رو فرستاده بود، گفتم خدایا کشور ما اینجوری شده که اینا باید بیان حکومت کنن. گفتم براتون راجب اشراف روحانیت گفتم چه خانواده هایی بودن، من نمیخوام راجب روحانیت تعریف کنم، اینقدر دل خورید، اینقدر اعصابتون از اینا خرابه که اصلا حاضر نیستید که بپذیرید که در میان اینا آدم خوبم هست، نه هست،
ولی اون آدم ها دونه دونه رفتن، یعنی نمونه هاشون دیگه نمیبینیم. فکر نکنید مثلا اگر آقای سید جلال طاهری امرو خونه نشین شده ایشون خیلی آدم خوبیه. رفتاری که این با مرحوم خادمی کرد، کارایی که اول انقلاب ایشون آقازاده هاشون کردن، اینو از یادها نمیره. این نیست که آقای سانعی بیاد شیخ یوسف بگن آقای سانعی مرجع اصلاح طلبان. آقای سانعی بیاد به مردم توضیح بده در دوره دادستانیش چه کرده، باید بیاد از مردم پوزش بخواد. ما مردم خوبی داریم، مردم آزاداندیشی داریم، مردم میگذرن گذشت میکنن. وقتی آدم ها یه مقدار یادتونه سر انتخابات رفسنجانی یه نطق اومد کرد توی نماز جمعه و یه ذره طرف مردم میگیره، دیدید مردم یه دفعه تمام حرفا راجبه او متوقف شد. بالاترینش خود آقای منتظریه. از روزی که جلو آقای خمینی ایستاد و به کشتارا اعتراض کرد، دفتر جوک گفتن علیه منتظری بسته شد. به رنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردم تا راجبه موضوعات روز صحبت. سوزد دلم بر رنج شکیبت، سوزد دلم بر رنج شکیبت، ای باغبان بهار نیامد. بشکفت بس شکوفه و پژمرد، اما گلی به باغ نیامد. سوزد دلم برنج و شکیبت، ای بار بهار نیامد. بشکفت بس شکوفه و پژمرد، اما گلی به بار نیامد. اما گلی به بار نیامد. Thank you.
چشم کشتگان نجیب جز عبر زهربار نیامد یکی از اون قوافل پرباران گوهر نثار نیامد یکی از اون قوافل پرباران گوهر نثار نیامد ای ناظر ناظر ایام کشور بختیار نیامد در صد کازار نیامد وان رنج بی حساب تو دردا چون هیچ در شمار نیامد